سوالاتی مشترک و جهتدار، پاسخهایی شفاف و قاطع در مصاحبه های نماینده کشورمون در شورای حقوق بشر سازمان ملل. نماینده کشورمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل طرف مصاحبه رسانه‌های بین المللی و پاسخ‌های منطقی جمهوری اسلامی علیه جنجال‌های رسانه‌ای غرب. مصاحبه‌هایی که البته بسیاری از این رسانه‌ها به علت پاسخ‌های منطقی نماینده جمهوری اسلامی ایران تمام آنها را پخش نکرد. از جمله سوالات مشترک این رسانه‌ها، پرسش در رابطه با وضعیت حقوق بشر در کشورمان بود که با پاسخ جالب و توضیحات نماینده کشورمان روبرو شد. ما مانند خیلی از کشورها که فقط ادعا می‌کنند کامل هستند، ادعا نمی‌کنیم که کامل هستند. اما کارنامه حقوق بشر ما مطمئناً وضعیت مناسب‌تر و غیر قابل مقایسه‌ای با کشورهایی دارد که به جای رسیدگی به اوضاع حقوق بشر خود در پی سناریو سازی برای ما هستند. البته این موضوع بخشی از داستان دنباله‌دار اعمال فشار به ایران است. نماینده کشورمان در پاسخ به سوالاتی در رابطه با آزادی‌های فضای مجازی هم چنین پاسخی داد. ایران در زمینه کاربران اینترنت در رأس کشورهای خاورمیانه قرار داره و مطمئناً سایت‌هایی که منافی اخلاق و منافع ملی در کشور باشد، مثل قوانین رایج در سراسر دنیا، ایران نیز از فعالیت این سایت‌ها جلوگیری خواهد کرد. در بسیاری از مواقع دامنه سوالات به خارج از مرز هم کشید می شود. از جمله سوالی در رابطه با نقش ایران در وقایع سوریه. حمایت از مردم سوریه بخشی از سیاست‌های منطقه‌ای ما در مقابله با سلطه اسرائیل در منطقه است. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌خواهند تغییراتی را در سوریه انجام دهند، زیرا آنها می‌خواهند به نام دموکراسی یک دیکتاتوری رو در سوریه به روی کار بیارند که یکی از عوامل اسرائیل باشه. اما سوالی در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور ما نیز سوال مشترک این رسانه ها بود که یک پاسخ مشترک هم داشت. ما کشوری در حال پیشرفت هستیم و دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق ماست و هیچ چیز خارج از MPT نمی‌خواهیم و اینکه اسرائیل از ما می‌ترسد مشکل خودش است.